دوستی میگفت ما حسینیان عصرهای پنجشنبه اگر در بهشت هم باشیم حسددار زائران شبهای جمعه تویم. حکایت من و بیچارگان دور از تو که جای خود دارد. آقای نمیدانم چه سریست که آتش هجران من زیادتر می شود وقتی به شبهای جمعت می رسیم و شوق زیارتت دوچندان می شود. راستش کربلا این روزها که نگاه حرامیان به حرم افتاده بیشتر از همه دلم شور مادری را می زند که برای روزه خواندن قدم در خاک تو می گذارد و این واقعه در چشمان بیتاب علمدار و غیرت بنی هاشمیش هویداست. وقتی چشم به شبکه های ذریعش می دوزی خوب این مطلب را می فهمی. ای کاش صبر خدا تمام شود و فرمان آمدن کسی را بدهد که تسلای دل داغدار مادر و غرور ترک برداشته علمدار حرم باشد. کربلا، شعبان از ما گذشت و ماه رمضان از راه رسید. مثل همیشه به فرمان خدا نگاه میکنی و به فرمان تو و اربابت. سرآغاز هر کاری هستید. وقتی اعمال شب اول دیدار روی توست خوشحالیم که کربلا این ولی دلتنگ آنها که دور از تو اند. دروازه ورود و راه رسیدن به خداست آن جایی که ملائکه زوار او هستند. خوش به سعادت زائرانت، آنان که قدر را در زیر سایه پرمهر اربابشان درک می کنند. خوش به حال تمام کسانی که تقدیر سالشان شأن زیارت توست. کربلا، دلم سخت از وداع سخن گفتن با تو تنگ است. دلم سخت از وداع با کنار حریم علمدار رفتن سخت است. ای کاش خدا هرچه برای من رقم میزند طرفت العینی دوری از تو و ارباب نباشد. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام، اینجا کربلاست. تشنه کامان بده نصیبی از باران، بده نصیبی از باران. در این بیابان اسیرم و ما تو حیران، آب حیاتی منم و قوای طوفان. حسین است شعارم، شعار چشم خونبارم. حسین است اسیر مجلس گرم اعضایش، امیرم که باشد بهترین یارم. حسین است آغ جبینم.
سرچشمه آب حیاتی، حسینم تو که مقصود خلق کائناتی، حسینم شفاعت کن مرا در روز محشر، حسینم که میگویند کشتی نجات به حزینم معنای دینم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجان با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، شما که رأس ساعت 6 به وقت کربلا معلا ساعتاتون رو تنظیم میکنید تا برنامه اینجا کربلا رو ببینید و به لطف و فضل و رحمت سید الشهدا سفری به کربلا داشته باشید. و ما هم رأس ساعت 6 هر روز خدمت شما حاضر شدیم 3 دوره تا دلهای عاشق شما رو به کربلای معلا برسونیم. نمیدونم چقدر موفق بودیم تو این قضیه، تونستیم دلهای عاشق شما رو به کربلا بکشونیم یا نه، آیا کسی بود که از قافله بر سوار این قالیچه سلیمان عشق نشه و نتونه به کربلا بیاد یا نه، آیا ما موفق بودیم اینجا کربلا رو به خونهای شما بکشونیم یا نه. اما اگر هرچه بود، کم یا زیاد، ما تلاش کردیم و مطمئنم خوبیهاش نتیجه لطف آقاییست که در کنارش هستیم. این حرفا قطعا میدونید داره بوی خداحافظی میده و ما قراره که از خدمت شما توی سری سوم خداحافظی بکنیم و اگر مرحمتی از سمت ارباب بی کفنمون آقا سید الشهدا علیه السلام به بنده حقیر و تک تک کادر برنامه اینجا کربلا بشه، انشاءالله بتونیم در سری جدید در ابتدای ذوالقعده خدمت شما حاضر بشیم و دوباره سلام کنیم، دست هامون رو به گستره گیتی باز کنیم، بگیم اینجا کربلاست. برای اینکه خاطره ها دوباره زنده بشه، یک بار دیگه این آنونس راه‌های ارتباطی برنامه رو براتون گذاشتیم. این رو من بگم و بریم دیگه کم کم سمت حرم امام سید الشهدا. شب جمعه خیلی هاتون هنوز انتظار دارید که این تایم کربلا بیایید و امیدوارم که انتظارتون اولا به وصال تبدیل بشه و این حب از دلتون خارج نشه، چون بارها گفتم یک بار دیگه دلم میخواد این روایت رو بگم، خداوند اگر خیر کسی رو بخواد میتونید محک بزنید که چقدر خدا دوستتون داره. واقعا همینطوری که در محبت به اهل بیت آقا سید الشهدا علیه السلام سنگ محک هستن، در شناخت محبت خدا به خودمون هم میتونیم از همین امام حسین و همین روایت استفاده بکنیم و ببینیم چقدر امام خدا خاطر ما رو میخواد. فرمود اگر خداوند خیر بنده اش را بخواهد، محبت حسین ابن علی علیه السلام و محبت زیارت حسین ابن علی علیه السلام رو توی دلش قرار میده. خوش به حال اونهایی که فقط
ضربات قلبشون حسین حسین هست. بعضی مواقع بعضی از این اهل هنر طرح‌هایی رو ترسیم میکنن و رسم میکنن که خیلی زیباست، هم اعتقادات درش گنجانده شده، هم یک اثر هنری کاربردی است. قطعا دیدید، یک سرچ هم که بزنید در عالم اینترنت و موتورهای جستجو رو فعال بکنید با نام امام حسین، یک تصویری میاد که یک سری خطوطی روی قلب حرکت کرده، عین اون مانیتوری که داره ضربان قلب رو نشون میده، اون خطوط نوشته حسین. و واقعا برای خیلی ها همینطوره، صدای قلبشون صدای نام آقا سید الشهدا علیه السلام. میخوام کنایه به اونهایی که خورده میگیرند که چرا اینقدر توی هیئت ها الان جدیدن ذکر آقا سید الشهدا تکرار میشه، حسین 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 حسین. میخوام بگم که اگر ضربان قلبت رو گوش بکنی همینجوره پشت سر هم یک نوار رو تاپ 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 اینجوری داره صدا میده. خب حالا اگر بچه هیئتی اینجوری میگه داره میکروفون به قول عرب ها مکبر صوت رو بلند کننده صدا رو گذاشته روی قلبش و داره به گوش همه میرسونه و اون هم ضرب آهنگ حسین 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 و این هستش. انشاءالله که این حرفا که زدم هم به جان شما میشینه هم باورمون هست. از موقع دیدید قلبت درد میکنه، دستتو میذاری روی قلبت، اینی که تو سلام با سید شهدا هم دست روی قلب میگذاری، میخوای بگی آقا اینجا خونه توه و من دارم در میزنم. شبای جمعه این در زدنه، این دست رو سینه گذاشتنه یا توی هیئت سینه زدنه یک معنای دیگه هم داره و داری اعلام گدایی میکنی و میگی که من گدای در خونه شما هستم. اگر باور داری به این حرف من، الان دوباره دست رو روی سینت بگذار تا هنوز غروب نشده، سلامتو بفرست به سمت حرم آقا سید الشهدا، فطرس ملک این کار رو برای تو انجام بده، سلام خوشگلتو رو برسونه حرم آقا سید الشهدا، حرم آقا قمر بنی هاشم. و برنامه اینجا کربلا هم وظیفه داره فطرس کنه، شما رو به کربلا دعوت بکنه. بسم الله، چشم سرتو ببند، با چشم دلت هم نگاه کن و الان هم رفقا دارن حرم رو نشونت میدن، با چشم سرت هم الان تصور کن و ببین توی کربلا هستی. ایشالا روزیت بشه بیای، گوشه کنار همه دارن سلام میدن. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از اون طرف دیگه السلام علیک یا سید المظلوم. یکی اون گوشه حرم میگه السلام علیک یا وارث رسول الله. از اون بر میگه السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. و تو خودت لابلای مردم جا میدی، از پله ها پایین میری یک به یک، سرتو اگر پایین انداخته باشی تا پله آخر ناخودآگاه سرت میره بالا. گنبد حضرت از بین اون پنجره های حجره گونش زردی چشمتو رو میگیره، ناخودآگاه دست به سینه میگذاری و کوچیک و بزرگ این حالت درشون تداعی میشه و رو میکنن به حسین و میگویند السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى
الارواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. اكن سلام آخرمون باشه، اگر قرار شد سلام آخر باشه فاصله بین من و شما زیاد نیفته، انشالله خیلی زود تو اون دنیا مهمونت باشم. السلام علی الحسن و علی علی ابن الحسن و علی اولاد الحسن و علی اصحاب الحسن. السلام عليك يا قمر الأشيرة يا باب الهوى يا أبا الفضل العباس عبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين وللحسن والحسن. السلام عليك يا مولاتي ومغتدى يا أم المساء. السلام عليك يا شريكة الحسن يا قبيلة بني هاشم. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Oh,
راقب کردی زندگی ما خیلی جالب کردی واقعا. اگر تو زندگی محبت حاصل شهدا علیه السلام نباشه هیچی نداره، هیچ محبتی نمیتونه جای پسر فاطمه رو توی دلت پر بکنه. اونایی که حسین دارند حقیقتا همه چیز دارن. شما ببین بچه هیئتی ها وقتی که گریه میکنن سینه میزنن، ولو اینکه هر شب و هر روز هم برنامه عزاداری داشته باشن توی هیئت‌های مختلف حاضر بشن گریه کنن، شاید به دید بعضی از آدم‌های کم فهم یا حالا بگیم چیز نفهم این کار افسردگی بیاره و از این حرفا که عین محض غلطه، نگاه میکنی وقتی جلسه تمام میشه چقدر با هم خوشحالن، چقدر شوخی میکنن، مزاح میکنن، دست گردن هم میندازن، میخندن. این خیلی هم دور از واقعیت نیست. نگه اینها چه آدم هایی هند و
الان گریه میکنن، مثلا یادشون رفته غم و غصه، در حالی که وقتی تاریخ رو میخونی و ورق میزنی کتاب تاریخ رو، همین واقعه در شب عاشورا بین اصحاب امام حسین علیه السلام هم پیش اومد، همون اصحابی که ما به عنوان الگو اونها رو بایستی مد نظر بیاریم. حبیب، زهیر، بریر، مسلم بن اوسجه و تمام اونهایی که حتی شاید تو تاریخ زندگیشون بردارید بخونید، بریر اگر اشتباه نکنم معلم قرآنه، بعد شروع میکنه در طول صفی که ایستادن تا غسل کنه و تطهیر کنه خودش رو و آماده بشه برای فردا، پیرمردی سن بالا داره میگه میخنده، بعد بهش خورده میگیرن رفقاش، میگن بره ما تا حالا ندیدیم تو بگی و بخندی، همیشه از تو یک چهره سنگین، گاهی اوقات تمایل به عبوس داشتی، الان داری میگی میخندی، چته؟ مگر نه اینکه فردا؟ خیلی زیبا جواب میده، میگه فردا دارم به دیدار جد آقای میرم که الان در اختیار او هستم، دارم فردا به دیدن آقا رسول الله میرم، جای من فردا توی بهش کنار دست اونه و هم جیرانی، چرا خوشحال نباشم؟ سرور و فرح من از اینه که ما حقیم، هرچند اگر کشته بشیم. این خنده‌ای که برای بچه حیاتی ها بعد از کلی سینه زنی گریه میکنن، به خود شما الان سلام دادی، قطعا دلت شکست، سیم دلت وصل شد با شنیدن این صدای زیبا به انتخاب جالب دوستان، قطعا دلت رو هم شکسته، اما الان دیگه شاد میشی، سبک میشی، میری بالا، اصطلاحا سیال میشی. این نتیجه معامله با امام حسین، یعنی وقتی امام حسین رو تو خونه دلت جا دادی، تمام غم و غصه‌اش بیرون میره انسان. انشاءالله که دلت هیچ وقت خالی از محبت آقا سید الشهدا، اولادش و ذریه او نباشه و هموار سعادت داشته باشی که در خدمت این خانواده باشی به هر ترتیبی که میتونی. و من هم اینجا به اتفاق بچه های کادر برنامه اینجا کربلا که امروز روز آخر از این دوره جدید هست و شاید اگر حزنی در دل برنامه پیدا میشه، مال این فراغت که یکی دو ما قراره ما با شما فاصله بیفتیم، هرچند رزق دارین در جای دیگه شاید خدمت شما باشیم، اما برنامه اینجا کربلا یک لطف محبتی از طرف خود آقا سید الشهدا و شما بینندگان بهش شده و سخت برامون جدا شدن ازش. بریم یه بوله ببینیم، برگردیم، شاید حال هوای برنامه عوض بشه و من هم براتون انشاءالله پیام هاتون رو بخونم. شب جمعه از خیلی مهمه، به نام اونایی که نامشون فرستن، اونایی که با تلفن هستن، براتون با تلفن میخونیم و انشاءالله بتونیم خدمتگزار شما باشیم. هرچه دارم همه از عطر دهان مادر است، عوض قصه به بالای سرم گفت حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الفضل عباس علیه السلام، سلام بر سرزمین کربلا، سلام بر شیر و نجف، سلام بر شیر کوفه، سلام بر مختار، سلام بر عراق پیغمبران، بال راه مردم عراق را حفظ کن. عماد از کوفه. با هر سلام صبح به آقای بیکفن انگار روبروی حرم ایستادم. دوستان سلام، امشب شب جمعه و شب زیارتی امام حسین علیه السلام است، بیایید از هر کجا که هستیم فقط با گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله و السلام علیک یا ابا الفضل عباس نام خود را در لیست زوارش ثبت کنید. آقا مهدی از یزد برام فرستاده. چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی، سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی، همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان، که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی، نه هوای کعبه دارم نه صفا و مروه خواهم، که ندارم این مکانها به خدا صفای
مهدی. 915-121 پیام بعدی رو خدمت رو تقدیم بکنم. باز به انتظار تو جمعه غروب می شود، اگر بیایی از سفر آه چه خوب می شود. اللهم عجل ولی کل فرج. 936-64-49 بریم بیرون، بیایم که من دوباره نگم عدسه های سیه.
نمیدانم چرا گاهی اوقات نمیتوانم راحت نفس بکشم. میگویند از آلودگی هواست. آری، شما که نیستی هوا خیلی آلوده است و در این هوا نفس کشیدن یعنی خفگی. آقا شما که نباشی حال من خیلی بد است. آقا جان بیا که دنیا از بی شما بودن خسته شده است و هوا نفسگیر است. اللهم عجل ولیک الفرج. 938 54 27. قسمت شده دوباره شب جمعه. یا حسین، با نامتان حسینیه را کربلا کنیم. یک لحظه هم نمی شود آقا دخیل دل از پرچم سیاه عزای تو با کنیم. با یک سلام می شود از راه دور هم دل را دوباره زائر قبر شما کنیم. 939 0277. السلام علیک یا ابا عبدالله، حالا که عاشقم کردی، حالا که مرا دیوانه‌ام کردی، عجب روز و شبی دارم. بیا اداره‌ام کن. خودت اینو میدونی، اعتبار نوکر ارباب، بدون سایه تو زندگی واسم عذابه. گرفتم از غبار روزه ها یک آبرویی، واسه گریه کنم دادم به عشق شستشویی. تا میگم اسم تو مرغ دل من پر میگیره. بده کرب و بلا باز زندگیم از سر بگیره. نفس تو سینه تنگم و باز میکنه. نفس بالا نمیاد بدون تو این سینه حال کنه. 913 84 56. واقعا همه نداها و نواها داره این میشه که قصه داره دوری با آقا سید الشهدا هستیم. سلام آقا سید، در حرم امام رضا نایب زیارتتون بودم، خیلی ممنون متشکرم. 938 54 27. ممنونم، انشاءالله که ما هم اینجا یادمون نمیره شما رو و نایب زیارتون خواهیم بود. بال فرشته که خاک پای حسین است، فرش حسینیه عزای حسین است. فاطمه دنبالش است روز قیامت، هر که به دنبال دسته های حسین است. شعر من و تو که افتخار ندارد، تا که خدا مرسی سرای حسین است. رحمت زهرا برای این که بریزد، منتظر گریه برای حسین است. در دل مردم چه هست کار نداریم، در دل مردم چه هست کار نداریم، در دل ما که برو بیای حسین است. دست به سمت کسی دراز نکردیم، آقا تو شاهدی. دست به سمت کسی دراز نکردیم، در هر دو جهان دست ما گدای حسین است. ممنون آقای حمودی از خرمشهر با شعر بسیار زیبایی که برام ارسال کردن. سلام آقا، شرمنده و روسیاهتم، هر وقت مشکلی برام پیش میاد میام طرفت. امروزم اون روزه که التماس دعا دارم، شهریور ماه دیگه تو امتحاناتم قبول بشم، خودتم بشو زامنم. انشاءالله که موفق باشید. 936 72 43. هر کی هستی، دختر، پسر، مرد، زن، انشاءالله توی تمام امتحانات زندگی موفق و معید باشی و همیشه هم آقا زامنمون باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، سجده ام بر خاک توست که دیدنی است. آرزو قلبی فرد از لندن، بسیار متشکرم. یک تصویر خوب و زیبا هم برای ما فرستاده بودن. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا امام حسین کمکم کن بهشم برسم. فهیمه دریابر
فارس. ای شه سوار معرکه کربلا حسین، ای یک تازه عرصه عشق و بلا حسین، ای نور آسمان و زمین آفتاب دین، ای زاده نژاد شیر خدا حسین، کهف امان و باب حوائج تویی که خر درمانده چون شوند بگویند یا حسین. سرکار خانم زینب حسینی، الحمدلله. سلام بر آقا سید الشهدا دادن و فرمودن که ممنون از برنامه خوبتون و انشاءالله که دوباره سری جدید رو بتونید ببینید. انشاءالله ما هم مانند شما آرزومند هستیم. 935 11 38. ممنونیم که نرفته انتظار برگشت ما رو میکشید و این قوت قلبیست برای بنده و همه همکارانم و به ما اجازه میده که دوباره سینه سپر بکنیم برای یک ورود مجدد و خدمت شما باشیم. السلام علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. 916 0328. یه توضیحی رو بدم اینجا، بعد تعداد دوباره از پیام های شما رو بخونم. توی این فاصله زمانی دو ماهه که حالا این تایم دقیقا برنامه دوباره مهمانی با کادر موجود، البته بدون حضور بنده حقیر، اداره خواهد شد و تحت عنوان دوباره مهمانی تقدیم چشم های شما. برای خیلی از کشورها و بیننده های ما دقیقا لحظه افطار هست، برای خیلی ها هم پاسی از تایم افطار گذشته برنامه ما، چون راست ساعت 6 به وقت کربلای معلا حالا با یک کمی جا به جایی بحث کنداکتور پخش خواهد شد. خدمتتون عارضم که توی این دو ماه راه ارتباطی ما یک تعدادیش یه مقدار کمرنگ میشه برای پاسخگویی و خواندن، اما انستگرام ما و خدمت شما عارضم که فیسبوک ما کماکان فعاله. دو ادمین محترمی که پاسخگوی شما هستن و لسان گویای برنامه اینجا کربلا به شما پاسخ خواهند داد و خدمت شما عارضم که ارتباط شما با برنامه قطع خواهد نشد و ما هم هر کجا باشیم نائب زیاره شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا جان، هرچند شعبان از ما می گذرد و قصه دار ماه شعبان هستیم، ولی خوشحالیم که شمیم ماه میهمانی خدا رمضان به مشام می رسد و تا این لحظه انتظار ما به نتیجه رسیده است. در شب جمعه، شب رحمت الهی، انتظار داریم خداوند ما را لطف دهد تا بتوانیم در این ماه میهمانی او شرکت کنیم و سر سفره کرامت او بنشینیم. بسیار متشکر. 913 23 82. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان، بازو گیر و پشت و پناه من باش. آقا جان، بیمه خودت کردم وجودم را، بدان و فدات شم. حسین جان، الهام از لارستان برای آقا سید الشهدا اینقدر عاطفی نوشته بودند که خودشون رو بیمه آقا کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، یه خواهشی داشتم. میشه اولا برای ظهور آقامون دعا کنید که انشاءالله امسال سال ظهور حضرت باشه و دوما که بتونم توی امتحاناتم قبول بشم. از ته دل برای عاقبت به خیری همه خانواده ها دعا کنید و من هم التماس دعا دارم. معصومه هاشمی از هلند، سرکار خانم هاشمی انشاءالله همون دعایی که برای دوستمون کردیم برای شما هم میکنیم. انشاءالله در تمام لحظات زندگیتون موفق و معید باشید. اتاق فرمایی فاصله کوچیک ما بدین، برگردیم دوباره پیام‌های مردم رو بخونیم. باشید فاصله سن قد هیچ فرقی براتون نمی کنه.
مهمتر از همه این که فاصله برای تو نزدیک میشه. یا امام حسین، دوست دارم، هرچند از تو دورم اما احساس نزدیکی میکنم با تو. بسیار عالی. 916 67 13. دعا کنید ما رو به طلبه به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها. لطفا بگید برای شبای قدر اونجا امنیت هست یا نه. منظورم اینه که میتونیم وارد عراق بشیم یا خیر. 919 59 45. الان امنیت کامله، شبای قدر من زنده نیستم الان جلو جلو بخوام پاسخ بدم، اما یک قانون کلی هست که در حریم اهل بیت همیشه امنیت برقراره. اگر امنیت جانی داشته باشه پس به ابی انت و امی چی میشه؟ چقدر عمری گفتی ای کاش من کربلا بودم، یا لیتنا کن نامک، پس اون چی میشه؟ پس پاشو بیا و انشالله خدا و امام حافظ جان تو هست. ضمن این که روایات هم میفرماید که ملائکه‌ای هستند و هوادار زائر امام حسین هستند. اونی هم که میاد مثلا در سالهای اولیه پس از سقوط آمد اینجا به تعبیری شهید شد و توی درگیری ها زخمی دید، اون هم لطف نصیبش شده. یعنی اعتقاد شخصی ما هست که حاصل شهدا دوستش داشته و لطف نصیب او شده، به این دلیل که آدم کم زیاد دیر یا زود میمیره. تو رخت خواب بمیره خوبه یا اینکه توی حرم حاصل شهدا یا مثلا توی کربلای معلا؟ اگر آدم مثلا مریض بشه بمیره خوبه یا با زخمی که به خاطر عشق محبت حاصل شهدا داره اون؟ انشاءالله که امنیت برقراره، شما هم با دل قرص و مطمئن پا میشین میان کربلا لذت میبرین، دعا میکنین، یک ساله خودتون رو تنظیم میکنین و انشاءالله که لذتش رو هم خواهید برد. سلام بر امام حسین. یا امام حسین کمکم کن تو زندگی، نظر زندگیم از هم بپاش. اگر من اشتباه میکنم به ثابت بشه، اگر محسن اشتباه میکنه متوجه اشتباهش بشه. یا امام حسین دارم دیوانه میشم، کمک کن، دست خودم نیست. یا امام حسین دیگه به دادم برس، خودت یه کاری کن، دارم دیوانه میشم از فکر. 917 42 82. نمیدونم، نیازی هم نیست شاید بدونم، اما امیدوارم که هر چه هست به خیر و خوشی تمام بشه و آنجا که صلاح خداوند درش هست برای شما رقم بزنیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم دستند تا بلا از حرم کربلا دور شود. من مگر مرده ام آقا که ببینم روزی حرم تو هدف دشمن مزدور شود. کاش می شد که به منظور دفاع از حرمه سحری کربلا رفتن ما جور شود. یه میان برنامه ببینیم برگرد حرم بریم. کربلا تو دوست دارم، کربلا تو
روزه ها کربلا چه غروبی چه ازونی چه سوز و آهی کربلا چه هوایی چه جنونی چه بارگاهی مال نرم کربلا چه غروبی چه ازونی چه سوز و آهی کربلا چه هوایی چه جنونی چه بارگاهی دلم چته چطور رو میگیری چرا همش میگی میخوای بمیری آقا چند ساله که میگم غلامم آقا یه بار بده جواب سلام اگه چه دوستم داره خیلی میخواد بگه چه دوستم به خدا کربلا تو دوست دارم ای نوا تو دوست دارم روزه ها تو دوست دارم به خدا کربلا کاشکی بودم کربلا تا درات نموردم کاشکی پای بچه ها تو چند شب و روز آب نمیخوردم ببین گریه نشون نو نشون کارگریمه تا خوش نشد عرق از تن خستم بذار برات کربلا اگر هزاران هزار بار کربلا بیایی یا تصاویر حرم آقا سید الشهدا رو ببینید هیچ وقت سیرایی نداره و امیدوارم هیچ وقت آتشتون برطرف نشه و سیراب نشه انشاءالله و برنامه کربلا اینجا کربلا هم آمده که این کار برای شما انجام بده سلام بر حسین و خادمان کویش یک درخواست عاجزانه ازتون دارم برای ما قرضدارا و گرفتارا هم دعا کنید و به آبروی امام حسین خدا را قسم بدیم که آبروی ما قرضدارا و بدهکارا نریزه سرکار خانم فرزانه از ایران امیدوارم به حق اون آقایی که برای زیارتش اجازه به ما دادن که قرض هم بگیریم و بیاییم یه نکته توی حرف من هست انشاءالله میگیریم فرمودن قرض بگیرید و بیایید انشاءالله قرض شما ادا بشه و انشاءالله که کربلا هم ببینمتون ضمن اینکه بدهی هاتون رو دادید کربلا رو هم زیارت میکنه جان زینب کبرا سلام الله علیها با چایی دم روزه خراباتی و مستم درویش نیم شیعه الله پرستم خون میچکت از گوشه ابروم غمی نیست در روزه زینب سر خود را شکستم
935 3161 آقای خردمند برامون پیام فرستاده بود. سلام آقا جون، من که شرمندتم، نوکری بلد نبودم و نیستم که لایق خودتون و خاندانتون باشم، ولی آقا همه چشم و امیدم به شماست. جمعه کنکور دارم، به مادرتون قسم میدم خیلی کمکم کنین. 919-0952 ای کنکوری ها، کنکورشون شروع شد چقدر زود. ما توی عراق تاریخ های ایران هم دیگه داریم فراموش میکنیم، اما دعا میکنم برای تک تک دختر پسرهای کنکوری، اونایی که پارسال پشت کنکور موندند، اونایی که امسال سال اولشونه، انشالله عهدی به سال دوم نکشه، نه عمرشون ها، امتحانات کنکور اینها شون عرض میکنن انشالله به حق آقا سید الشهدا و به حق این لحظه ای که دعا در خونش به استجابت میرسه، زمزمه مناجات از حرم داره به گوش میرسه و غروب داره فرا میرسه، به حق آقایی که امشب همه مهمانش هستند و زیارت میکنند، آقا سید الشهدا علیه السلام، خدای همه دختر پسرهایی که کنکور دارن و امتحانات دارن موفقشون بکنه. ببخشید من پشت به شما کم بی ادبی خواستم، رو به حرم آقا سید الشهدا و آداب دعا رو که رو به قبله باید باشی دعا بکنی رو ادا بکنه. انشاءالله که پیام هاتون، هرچند حالا فاصله میفته یکی دو ماه، اما خبرهای خوش موفقیت شما در مدارج علمی، چون بچه هیئتی باید اهل علم باشه، بچه هیئتی باید دانشش هم بالا باشه، هرچند ما هزاران هزار علم کسب بکنیم، تمام علوم بشریه و علومی که برای ما فرمودن علوم دیگری است، آقا رسول الله روایتش رو دادن، علوم دینه، اما امیدوارم موفق باشین، سینه سپر کنین. من بچه هیئتی درس خونم، من بچه هیئتی مهندسم، من بچه هیئتی دکترم، من شیعه هستم که جهان رو با علمم دارم تسخیر میکنم. امام صادق ببین امام ماست، اما رئیس مذهب تشیع و مؤسس تمام دانشگاه های دینی و علمی ماست. چقدر شاگرد داشته امام باقر، همینطور بیش از 4000 دانشجو زیر دستشون بودن. یاد بگیریم انشاءالله تو دستگاه اهل بیت، در عین اینکه نماز، عبادت، روزه، خمس، زکات، فروع دین، تولا و تبرا، همه اینا رو داریم، اخلاق خوش که پیغمبر به خاطرش آمد و تم و مکارم الاخلاق، همه اینها علممون در سطح بالا باشه، روابط عمومی بچه هیئتی در سطح بالا باید باشه، زیبایی، پوشاکش، نمیدونم رفتارش، کردارش، حسناتش، کلامش، همش در حد اعلی باشه. خب وقتم خیلی کمه، باید با امام زمانمون هم صفا بکنیم. همینجا دیگه به جون که میان برنامه بگیریم، من میایستم و انشاءالله به احترام و به ادب به آقامون سلام بدیم و دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای شعبان، گذشتن از ماهی که حضور غایب شما بیشتر از همیشه به رخ انتظارمان کشیده شد، فقط با این امید میسر است که داریم به ماهی نزدیک میشویم که نوید ظهور شما به ما داده شده. پسر فاطمه، همه نرگس های دنیا هم که یک جا جمع شوند، هیچ گلی نرگس یاس را بویش را نمیدهد. خوش به حال زبار امشب کربلا که نسیم عطر حضور شما را بر شامه جانشان تنین انداز میکنند. این آخرین شب جمعه ماه شعبان است. نشستم تقویم انتظار را ورق زدم. پدر، چقدر دلمان میخواست این ماه مبارک را با روی ماه شما آغاز کنیم. امید حتی دارم که چنین شود. جان عالمی فدای لبهای روزه‌دارتان. من حتم دارم افطار فرزندان حسین گریه بر لبان تشنه علی اصغر است. آقا در این لحظات برای خوب شدن ما هم دعا کنید. شما که همیشه آقا و مولایی، از آقاییتان همین بس که من کمترین اجازه سخن گفتن با شما را دارم.
ای خوب ترین خوب دنیا. ما بزرگی ها را در این خانه دیدیم که با همه روی سیاه من باز هم بر در می کوبیم و امید کرم داریم. مولانا آقا جان، فرزند کسی که پدر بندگی خداست تویی. ما خوب می دانیم در حالی وارد ماه بندگی خدا شده ایم که بندگی نکرده ایم، و اگر توفیق طاعتی هست همه از دعای پدرانه شماست. پدر، در این ماه مبارک هم هر کجا رفتید التماس دعا دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الفقا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا عليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اکفیانی فانکما کافیان وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی. الساعه الساعه الساعه، العجل العجل العجل. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمر ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لغتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب آثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله
رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاركم مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم
اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 100 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قبول باشه طاعاتتون، عباداتتون، و امیدوارم که نمازهاتون به درگاه الهی مقبول و مرتعید باشه. خیلیاتون هم میدونم روزه اید و انشاءالله که ما رو توی این لحظه افطار دعا کردید و فرج آقای امام زمان در رأس حاجت خامون بوده. با دعاهایی که صبحوار آقا سید شهدا کنار حرم آقا قمر بنی هاشم دعا کردن و عجل و یک الفرج گفتند و خدا رو قسم دادن، شما هم آمین گفتید. الان یه چیز حدود 2-3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر پایان برنامه باقی نمانده. روز آخر از سری سوم رو در خدمت شما بودیم. یک داستان بسیار زیبایی رو خوندم و بذارید تقدیم شما بکنم به عنوان یادگاری آخر داشته باشید. یه وقتی یه عمری باقی نمون ما نیومدیم دیگه، اما دعا بکنید اگر قرار باشه که دوباره برگردیم به نیت خدمت و تلاش باشه. خدمت شما لازم که گنجیشکی در زمان حضرت سلیمان نبی علی نبی و علیه و علیه السلام رو به جفت خودش کرد و گفت که چرا تو در برابر من تمکین نمی کنی؟ من حاضرم به عشق تو کل کاخ
سلیمان یا گنبد کاخ سلیمان رو در منقار خودم بگیرم و جا به جا کنم. حضرت سلیمان خنده‌ای کرد و هر دوی این گنجشک رو احضار کرد. میدونید که حضرت سلیمان توانایی تکلم با تمام پیغمبران داشتن. سوال کرد حضرت سلیمان که از اون گنجشک نر، تو مگر منقار توانایی گرفتن گنبد کاخ من رو داره؟ گفتش نه، اما هر کسی دوست داره جلوی معشوقش خودش رو بزرگ و قدرتمند جلوه بکنه. رو کرد به گنجشک ماده و سوال فرمود که تو چرا در برابر گنجشک نرت یا حالا همسرت به تعبیر زوجت تمکین نمی کنی؟ خیلی نکته زیبایی گفت. گفتش که می بینم او به من دروغ می گوید و مرا دوست نداره. چرا؟ چون می بینم که غیر از من محبت کسی دیگری هم در دلش هست. نکته اخلاقی این مطلب اینه که توی نیم دقیقه، چون باید پلنشم و خداحافظی کنم با شما، نکته اخلاقیش اینه که اگر واقعا خدا رو دوست داریم کسی دیگر رو نباید توی دلمون جا بدیم. اگر امام حسین رو دوست داریم کسی دیگر رو نباید توی دلمون جا بدیم. من تک تک شما رو دوست دارم، لذا غیر از محبت اهل بیت و شما هم که در خط اهل بیت هستید تو دلم جا نمیدم و حتما بغض توی دلم دارم. اگر که قرار کسی رو هم داشته باشم توی دلم غیر از شما، بغض و کینه دشمنای مرتضی علی هست که او هم مایه صعود بند به مدارج بالا هست. خیلی خیلی تشکر میکنم از فردن فرد شما بینندگان، زن و مرد که توی این دوره 3-4 ماه در خدمتتون بودیم و تک تک دوستانی که با ما همکاری کردن توی مجموعه برنامه اینجا کربلا، از آقای غفوری به عنوان کارگردان و تک تک دوستان، کارگردان تصویرمون، فیلم بردارامون، صوتمون، هماهنگی هامون، تدارکاتمون، تراولینگمون و و و و و تک تک کسانی که شما ندیده دیشون ولی خیلی زحمت کشیدن، نویسنده محترممون که تمام پیام ها و مطالبی رو که ابتدا و توی دلگفته هایی که با امام زمان داشتیم رو برامون زحمت کشیدن، از منم که تشکر کرد نکرد دارید. از امام حسین خیلی ممنون داریم و از خداوند. الان آقای کارگردان داریم که تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا. باشه آقا، ممنونتونم، خیلی لطف کردید. تا یک دیداری دوباره به احترامتون سم خرم میکنم و میگویم یا علی.